ابو جعفر احمد بن محمد سامانی را در قصیده مادر من چی بگه؟ امیر خراسان گفتم و مفخر ایران، درست؟ و در اینجا یک جای میگه که شادی ابو جعفر احمد بن محمد آنمه آزادگان و مفخر ایران، درست؟ یک منوچیری در ستایش بهبود غزنوی چی میگه؟ ای سپاهت را سپاهان، رایتت را رای مکان، ایز ایران تا به توران بندگانت را بساخت. و منوچهری یک در بیت دیگر محمود غزنوی را باز شاه ایران خسرو ایران میکند، میگه خواست از رای خسرو ایران مرا بر پشت پیل، درست؟ یعنی یکی از نمونه ها را که خدمت شما گفتم. خب عظمتون اگر ما پیش بریم، بسیار کسای دیگه هم هستن که در این رابطه گفتن شاهان ستایش کردن در این نام های مثلا انصوری بلخی. انصوری خواهد ایران نبود، از بلخ نامش بسرش روشن است. این ملک و شعرهای دربار محمود غزنوی بود و در قصیدیه که در مد خواجه احمد بن حسن میمندی وزیر سلطان است چی میگه؟ دل نگه دار ایتن از دردش که دل باید تو را تا سنای کت خدای خسرو ایران کنی، درست؟ و در یک جای دیگه هم گفته که حصار و نعمت از آن لشکر قوی بستن به یک چهار از آن روز خسرو ایران. و باز هم یک جای دیگه میگه پیش محمود شاه ایران در دشت، این شما اگه بگید من براتون صدها مثال میارم، صدها مثال میارم که بسیار از پادشاه ها را در اینجا به نام پادشاه یا محمود غزنوی در یک جای دیگر مثلا گفتن که زهر سمتش اندر ایران در زمین ایران شهر، درست؟ یا در یک جای دیگر از آن بود که به حجاز آن به ایران شهر. خب یا یک جای دیگر انصوری یک جای دیگر می نویسه که بکر جنبش شد سوی کشور ایران به یک چهار روز از آن خسرو ایران. ناصر خسرو قبادیانی بلخی در یک جای بگه که برون کرده است از ایران دیو دین را زبیدینی چنین ویران شد، شد ایران. یا صنایع غزنوی اگر تو دوما بتیم من میخوام یک نمونه از چند شاعر بسیار بزرگ است، صنایع غزنوی میگه، صنایع غزنوی غزنی بود میگه ببینید تا در ایران خواجه باید، خواجه ایران شاه باد، درست؟ حکم او چون آسمان بر اهل ایران شاد باد. خب اهل ایران دیگه کی است منظورش؟ خب این مردم ما رو با دمو وقت مردم ایران یاد کردن، درست؟ بله بسیار خوب. با هر ترتیب نمیتون من تر زیاد که فرموده شما نمیخونم، اما یکون جوی ناگزیر هستیم که از بعض شاعران مثلا در مورد عمل شاه درونی، درست؟ یعنی در اینجا گفته که یکی از شاعران مرزا جعفر راهب طوسی در ستایش احمدشاه درونی میگه جهاندار احمدشاه سرفراز که درهای دلهاست بر وای فراز، خداوند دولت بر ایرانیان. منظور از کی است؟ یعنی خداوند کدام دولت بوده بر کدام ایرانیان؟ خب این مردم ما را به نام ایرانی یاد کرده، کدام گفت دیگه نیست. یا شاعر تبریزی در رسای تیمورشاه درونی چی گفته؟ ملک ایران گشت و ایران چون دل آشفتگان، ای دریغا تاجدار خسرو ایران کجاست؟ خب موازی در اینجا تیمورشاه درونی را خسرو ایران گفته. حالا من این نمیفهمم که این دوستانی که در برابر واژه ایران قدر حساسیت دارن چرا قدر یعنی کتابا را باید کلش در بتن بسازن؟ همین کتابا را باید کلش در بتن بسازن. ما برای شما میگم که ما 500 صفحه سند جمع کردیم. تشکر. چند سال خونه در سوال من یک مثال برتون میگم. بله. مخدوم قلی فراغی یک سخنور ترکمان است که برای احمدشاه درونی یک شعر گرو گفته. ببینید که البته به زبان ترکمنی گفته. که خب ترجمه شما برای شما بخونم. برای احمدشاه درونی میگه که یک لحظه. خب البته میگه که البته ستایش میکنم، میگه به ایران سپاه بفرست با شمشیر آن را فتح کن. یعنی واضح برای احمدشاه درونی منظور از ایران دیگه کجا است دیگه. بله بله. خب اینم شما می اگر پیش بریم من زیر سوال
نمیخوایم که نمونه‌های زیاده را برای شما بگویم. ما کاملا از نصر رو مگر یاد کنیم بد نخواهد شد. مثلا گردیزی درست؟ در زین الاخبار گردیزی در اینجا واضح گفته که خب که چنین گویند فرازارنده این کتاب زین الاخبار که دایانان جهان را به اقلیم ها تقسیم کردند. پس نگاهش میگذاریم و اقلیم چهارم را که جهان است به زبان فارسی ایران شهر کنند. منظور از ایران شهر دقیقا اینمی گستره افغانستان و ایران این موضوعات است. آرین فرشت، من میفهم که به قدر کافی شما توضیح کردین و تشریح کردین و گفتین و ما میتونیم سر بسیار گپای فرمودی شما کلان کلان منافع عمومی رو در نظر بگیریم که اکتاد با تاسف امیر در نظر بگیریم. فقط اگر اجازه بتین یک موضوع دیگه هم در باره عملشای درونی است که نادر افشار در باره عملشای درونی چی گفته؟ گفته در ایران و توران و هندوستان حمید خصال و پسند افراتر از احمد خان ندیدن. از سه کشور کرده. ایران، توران و هندوستان. خود در اونجا خودم کشور دیگه نبود. خود ما خود نه توران بودیم و نه هندوستان. خود طبعا این سرزمین ما بلا هم ایران یاد میشد. خب همین نتیجه گیری کنیم که زیاد وقت جایی نشه دوستان. اینجا تفترهای دوستان کمور هم بخوانیم. بله. یعنی شما بدین که من چند چیز خدمت شما عرض میکنم دم جنبندی. بله. نخستین جنبندی ایست که سرزمین ما بنابرای اجماع تمام جغرافیای دانان جهان بلا استثناء با نام فلات ایران یاد میشه، دیگه هیچ نام دیگه نداره. و این فلات ایران تعریف مشخص داره که از رود سند شروع میشه تا دجله و فرات و این طرف هم رود سیر یا در واقع سیحون حساب میشه و خب این طرف شم خلیج فارس و این موضوع هست. ایران سرزمین ما نام دیگه نداره، ایران است نامش. یعنی ما از نظر جغرافیایی سرزمینی ایرانی هستیم، دیگه هیچ جای شکی نیست. یک دوم از نظر زبان شناسی تمام گویشوران زبانهایی که در منطقه ما به نام گویشوران زبانهای ایرانی یاد میشن. زبان پشتو یک زبان ایرانی شرقی شناخته میشه، زبان بلوچی یک زبان ایرانی شرقی شناخته میشه. این حرف من نیست، هم شما برند تمام میتونید که در هر کشوری که هستید برند اینستیتوتای زبان شناسی مراجعه کنین بپرسین که این زبانهای ایرانی یعنی چی. و از نظر علم اتنوگرافی و اتنولوژی و علوم تمام اقوام ایرانی شامل نمی مردم ما میشه. پشتون ها ایرانی هستند، در این هیچ جای شک شبه نیست. بلوچ ها ایرانی هستند، کرد ها ایرانی هستند، پارس ها، تاجیک ها همه ایرانی هستند. خب حالا دیگه که ما مثلا ببینیم مشکل دیگه است که این مرزبندی های جغرافیایی جغرافیای سیاسی ما را بسیار خراب ساخته که وقت ما تعریف خود فقط محدود به یک کشور افغانستان ساختیم همه چیز از دست دادیم. خب حالا ما نمیشه که ببینین علم فرهنگ شناسی است، علم از کلتورولوژی. فرهنگ ایرانی در جهان یک فرهنگ شناخته شده است. حالا شما اگر برین در هر جای دنیا اگر شما برین ببینین خب حالا بعضی ادعا کردن مثلا یک هموطن ما با نام آقای پاسون یک کتاب نوشته که گفته که زردشت پیغمبر افغان. حالا خیلی کس قبول نمیکنه. شما در هر جای دنیا بگین که زردشت افغان بود کسی از شما قبول نمیکنه، درست؟ خب بنابراین ما باید خب اینطور ببینیم. من نمیفهم که چطور ما بتونیم که نظمی جنجال با خود خلاص کنیم. یعنی باید همیشه ببینیم انسان یک هویت تباری داره. خب هویت تباری یک هویت بیولوژیکی است، هویت خونی است. هیچ انسان نسبت به انسان دیگه برتری نداره. و اگر شما برین این آنالیز دی ان ای کنین شاید در خون هر کدام ما شما خون مغولی باشه، خون ترکی باشه، خون هندو باشه، خون نصارا باشه، از یهود از هر چیز داره. تاجیکستان را میبینین، افغانستان را میبینین، نمیفهم که این کشورهای عربی خوب بخیر پیش چشم ما به وجود آمده. ما نباید هویت فرهنگی و تمدنی خود محدود به جغرافیای سیاسی بسازیم، درست؟ دیگه به این خاطر این موضوعات باید در نظر بگیریم. خب حالا یک بحث است، ببینیم مثلا اگر بعضی ها ادعا میکنن که مثلا در شاهنامه فردوسی طوری که شادروان کوزات گفته 90% جغرافیای شاهنامه مربوط به میگستری افغانستان میشه، به هیچ جای شک و شبهه نیست. ولی خب بحثی است که در شاهنامه هم سه بخش است. یک بخش اسطوره‌ای است که در بخش اسطوره‌ایان از 16 سرزمینی که یاد شده این بیشترش در افغانستان است. و ولی در اون زمانی که خود فردوسی زندگی میکرد او در یک شهروند یا تبعی کشور ایران بود، تبعی دولت غزنوی بود و دولت غزنوی به هزارها سند موجود است که به نام ایران یاد شده. اگر شما مثلا آثار بیرونی را مطالعه کنین یا آثار مکتوبی که
در اون دوره بوده یا شعرهایی که بوده همه کشور غزنوی ها رو بنام ایران یاد کردن، درست؟ ولی خب یک بحث تاریخی ها مثلا اگر در بحث تاریخی شما ببرین در اونجا مثلا علمی ایران کنونی هم فردوسی بنام ایران یاد کرده. یک چیز رو میخواییم بگیر که ایران از کجا پیدا شده، درست؟ ببینین بحث اساسی است که یکی ما یک اصطلاحی داریم بنام ایریان هم بیجا که در اوستا آمده یا آریاورته که در بعض آثار باستانی اند آمده بنام سرزمین آریایی هایی یک بحث اسطوره‌ای بوده، درست؟ از این بگذاریم که مثلا در گفتمش که پیشدادی‌ها یا داوودی کیان یا اینا از اون اسناد مکتوب در سرزمین ما در هیچ در دست نیست، اون فقط اوستا است و آثار باستانی اند. یکی از این که بگذاریم یک اصطلاحی است به نام آریانا که در یک نقشه یونانی ها از یاد کردن و بعض تاریخ نویس های اونا منظورشان از آریانا سرزمین عری یا همین عری رود که هرات الف جمع نشانه جمع عربی است. این به نام سرزمین آریا یاد کردن و بعد از در ابتدا یک آریانای کوچک است که چون بلخ در اونجا از نظر سیاسی جدا بوده بلخ و تخت خارستان و کندوز و بدخشان اینا را جز آریانا حساب نکرد و یک نقشه بزرگ است که سر تا سر فلات ایران به نام آریانا یاد کردن. ولی خب حالا این که یونانی ها به نام آریانا یاد کردن دلیل نمیشه که با کشور خود بگیم آریانا بوده و اصطلاحات جعلی مثل آریانا افغان اصلا چیزی بی‌معنی است. اصلا یک جوش ما دیدید در باره آریانا مفهوم از یاد میگذاریم. آخرین که ما این نمیست ببینید که چرا مفهوم ایران به وجود آمد. ببینید در زمان اشکانیان، اشکانیان همیشه در 470 ساله که فرمان روی داشتن اینا با یونانیا در جنگ بود. در اواخر دوره اشکانیان آیین مسیحیت در داخل دولت اشکانیان نفوذ یافته بود و بلاش اشکانی بسیار از این نگران بود و این به یک عربی متقابل ایدئولوژیک نیاز داشت. بنان تنها راه را دیدید که به خاطر که ما بتونیم مقابله کنیم با آیین مسیحیت باید دین زردشتی را زرتشتی را باید احیا کنیم. اما بود که دستور داد که از چهار دان جهان هر قدره که اوستاشناسا و همی در واقع پیروان آیین زردشتی هست این را جمع کنین که ما بتونیم که اوستا را دوباره احیا کنیم. خب این اوستا به شکل تحریری وجود نداشت، فقط مثل حافظان قرآن یک تعداد کسایی بودن که بوبدایی بودن که اینا حفظ داشتن اینا را جمع کرد و خب یکی کدام کتاب نوشته شده یعنی هیچ سند در دست نیست. ولی وقتی که ساسانی ها به قدرت رسیدن این را به آیین زرتشتی را به عنوان آیین رسمی دولتی خود با رسمیت شناختن و دستور دادن که کتاب اوستا نوشته شده در 431 سال که ساسانیان فرمان روایی کردن دین زرتشتی دین رسمی بود و آیین اوستایی بود. ایرانشهر به وجود آمد اصطلاح ایرانشهر که در اواخر اشکانیان و این در زمان ساسانیان به نام شهرستانهای ایرانشهر یاد میشد و بعد از وقتی که اعراب حمله میکنن وقتی که فارس های میایند این طرف در مناطق افغانستان و آسیای مرکزی ما میبینیم که در دوره سامانیان خود ایرانی خود خراسانی و زبان خود فارسی و ایرانی میخوان. این اندیشه ایران شهری در اینجا یک بگرستاخیز میرسد و بازی در زمان سلطنت غزنوی ها مدوا پیدا میکنند و بعد از در زمان ایلخانیان دوباره پسی در غرب فلات ایران احیا میشه و از زمان ایلخانیان تا به امروز در داخل ایران همیشه در داخل رسما نام از کشور ایران بوده. و یکی گفته میشه که رضاخان این کار کرده، درست نیست، درست است که رضاخان این کار کرده اما به این معنی نیست که در داخل از سرزمین. ما بازم یک بار دیگه اگه جایتون باشه همیشه یک بار دیگه تکرار میکنم اگر کسی یک سند ارائه کرد که در داخل کشور همسایه ما کسی این کشور به نام فارس خوانده باشه و به نام دیگه غیر از ایران یاد کرده باشه به هر جریمه که میگن میتونم و همچنان در داخل افغانستان به صورت قطع ما یک سند هم ندیدیم که کس فارس خوانده باشه. سپاسگزار آرلن فرتب از این که دیگه عمیق و قوی و نیرومند فکر کنم توضیح نده نمیشه فروغی سبا واژگونه ده امیدوار هستم که اگر پشتو را غلط خونده باشم باز بعض دوستا اگر بتونم با در یک جوی دیگه گفته که باز رحمت شی پا بازگون رو یو کال رو بسده پا پارسی سیه پیخال پا پارسی جبه من هم گویاده پا پشتو جبه من خلق بهرمند کن با در یک جوی دیگه گفته که دیل هر سورت وایی ور سرشی پارسی خوان. خب ما ساده پشتوانه چیزده چی وایی پا پارسی خبر مغلگای. یعنی منظور به ایست که
در هر جایی که شما میبینید این بارها ز خوشحال پشتون چی پشتو پا پارسی تاقیم لامه پا پشتو جبه که جبه در غلیجی کتازی جبه هر گروه شرد فارسی هم دیر مخوان خورده باز هر جایی گفتش چی خوشحال خطک وای پا پشتو جبه خبره پا پارسی جبه نوی پویج سخن هستید ولی شما ببینید که حضرت خوشحال خان خطک شخصیت بسیار والا و بزرگوار و مورد اعتماد و احترام کل وقتی که اینا این زبان به نام فارسی یاد کردن دیگه باز یک ادامه هم که ادامه میکنن که نه فارسی نیست دریست و درست نیست هم رقم شما بیده یعنی اگر شما ما براتون با ده ها نمونه شاعران پشتو زبان میتونم بگویم چون وقت نیست که این زبان به نام فارسی یاد کردن یکی نید دونید به دهان افر یعنی بازم من تاکید میکنم که باید اینمی کوشش کنیم که این موضوعات مزخرف تبار پرستی و طایفه پرستی و قوم پرستی و امینا را کنار بگذاریم یعنی تا طول تاریخ بر ما زیان شده امینا را کنار بگذاریم کوشش کنیم که با یک دید وسیع‌تر با یک دید بزرگتر با یک دید فرهنگی تمدنی برخور وقتی شما ببینید وقتی کل دنیا پشتونا را بگن که اینا ایرانی هستن وقتی که سید جمال الدین افغان بگه اینا یک قوم ایرانی هستن وقتی که زبان پشتو را نگن یک زبان ایرانی است وقتی که سرزمین ما را تمام جغرافیا دانا میگن ایران است دیگه ما چرا در برابر واژه ایران یک تعصب به جای داشته باشیم خب باید بفهمیم یعنی میگه که این سرزمین ما بالاخره بخش شرقی فلات ایران است ایران شرقی است و نباید ما ببینیم چرا ما به یک واژه بسیار با دارای یک بار بسیار بزرگ به ایرانیای همسایه غربی دوستا تقدیم کنیم مفترایگان و ما نتونیم از این برنامه شه درست خب درست است زبان فارسی را که زبان گفته شده خب مراجعه شما یک دفعه ببینیم که امی بزرگوار بودن یک گونه ساده لوحی فرهنگی و تاریخی را بین مردم ما نشان می دهد کی کار می کند یک نوع تلاش آگاهانه و این نتیجه مطالعه اگر ما مطالعه کنیم که برداشتای نادرست نمی کنیم درست؟ ما هم گپ آخر خود بفرمایید فروغی صاحب یک دفتر دیگه آقای شمس آمین هم میمانیم ولی چون وقت کم است جناب شمس گرامی من میفهم حرف شما را باز گپ میزنیم خصوصی بفرمایید جناب فروغی صاحب من نام میشارای بزرگ فارسی گویا که در کشورهای مختلف زندگی میکردن یک شعر چی خود دارم دمیم لپتاپ خود دارم امیال مامورم میخوانم که دوست ما توجه بکنه که فارسی را مختص به فارس یا ایران دانستن و تاجیکی را مربوط به تاجیکا دانستن و زبان دری را نامش دری بمانه مربوط افغانست بسیار اشتباه است که نباید این رقم فکر بکنیم چیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکیست تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری دری این زبان فارسی را هرچه میخوانی یکیست کلش فارسیست سپاسگزار تشکر زنده باشین اگر اجازه بدید برای خودم آخرین گپ خودم را بزنم ببینید در مورد کلمه فارس و فارسی نگه شما در کشور ما هست فارس اصلی اصلاً فارس اصلی یعنی سرزمین ما و یعنی بامیان بوده شما ببینید ابراهیم پور داوود که بزرگترین نوستاشناس ایران است میگه که فارس از اوپارش هم گرفته شده و معنای کوههای فراتر از پرواز شاهین و اوپارسی هم بعدا به اپارشن اپارس مبادل شده و خب از این میگذاریم که بعدا همی خود عباسین سیند و ایند هم از این گرفته شده و خود کلمه پشتو هم در حقیقت پرسو هست که یک نون اضافه شده نون جمع یعنی اپارسیان در واقع اینمی کوههای فراتر از پرواز شاهین کوههای هندوکش بابا بوده این بامیان بوده پارسی اصلی و خود شادروان احمد علی کوزاد که بزرگترین تاریخ نویس ما بوده میگه که پایتخت ایران نخستین بامیان بوده درست؟ خب وقتی که ایران نخستین همینجا بوده پارس یعنی پارس و ایران که در واقع یک اتنونیم و یک توپونیم است پارس اپارسیان به معنای سرزمین فراتر از پرواز شاهین یعنی می بامیان ما بوده و پارس ها از همینجا رفتن به اونجا کدام مردان دیگه نیستن که رفتن یک بخش از اینا به طرف رود سند رفتن که اینا هسته پشتون های آینده را گذاشتن
پشتونهای عبداری و درانی منظور است و یک بخشش به طرف غرب پشت ایران رفتن و ایران چه بوده؟ شما شاهنامه فردوسی رو ببینید، مثلا اوستا رو ببینید، بیشتر سرزمین ما بوده. یعنی در حقیقت پارس و ایران روی دو سکه است، یکیش ایران ایر به اضافه الف و نون که جمع شده، یک ایری ها ما آمده، اونم آریایی هایی که ما ادعا داریم به کدام چیز دیگه نیست که از مغولستان ها بده باشن یا از افریقا، نیتر نیست. یعنی پارس و ایران دروی یک سکه است و خود پشتون هم در واقع یک نون است که در پرسون بوده که شین بسین عبدال شده و ایده من نمیگم ریچارد نیکلسون پرای، یکی از بزرگترین دانشمندان امریکایی ایران شناس، یک کتاب به نام ایران نوشته کرده و این سخن از او است. درست دیگه نباید ما با واجه ها دشمنی داشته باشیم، نه با پارس دشمنی داشته باشیم، نه با ایران، چرا که خود ما هستیم. یعنی در واقع اون بحث سیمبرغ است که یعنی یک دید دنبال سیمبرغ بودن و بالاخره دیدن، یعنی سی تا مرغ بوده که دنبال سیمبرغ میگشتن و بالاخره دیدن که خود ما سیمبرغ هستیم. ولی اگر ما شما نیک مطالعه کنیم، خود ما میبینیم که پارس هم ما هستیم، ایران هم ما هستیم، ولی اینکه خب یک بخش ایران شرقی شده و یک بخش ایران غربی شده و اینکه استعمار ما رو چطور با تبلیغات دشمن هم شده که گویا اصلا میبینیم تقسیم مردم افغانستان با پشتون و غیر پشتون یا پارسی و پشتون، اختلافات که انداختن هم از این مسئولیت از بیرون است. مردم ما همین مشکلات هیچ وقت نداشته، ما کوشش کنیم که باید از دام اینمی مشکلات را که ما را گرفتار ساختن خود را برنوانیم، تا زمانی که ما از این مشکلات خود را یعنی کوشش نکنیم که رایی بخشیم، روز ما روز بتر شده میره. تشکر. یک دنیا سپاسگزار از جناب فروغی که ابتکار کردن و همین نوشته و همین بحث شروع کردن. البته بیننده‌های عزیز با وضاحت به شما بگویم که ما همیشه روی افراد و اشخاص صحبت نمی کنیم، روی کارکردهای اشخاص ما صحبت نمی کنیم، روی روندهای عمومی صحبت می کنیم. اما این یک وسیله شد که ما به بحث‌های بسیار کلان تاریخی و منطقی و سیاسی بریم و ذهنیت ها رو روشن کنیم. 3 ساعت تقریبا ما گپ میزنیم. این برنامه معیاری نیست، طبیعی است که از یک برنامه نرمال از 35-40 دقیقه زیاد نشه، اما این بحث است که در بایگانی به اصطلاح آرشیف تفکر و اندیشه و